درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در این سه‌شنبه 4 مرداد ماه 26 ژوئیه مذاکرات با مقامات عراقی در زمینه پژاک ادامه دارد. از آلمان خواستیم نسبت به دستگیری، محاکمه و تحویل سرکرده این گروه اقدام کنند. گفته های رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران. ناصر خانیزاده، زندانی سیاسی کرد که اخیراً از زندان بوکان جهت معالجه به ارومیه منتقل شده بود، در بهداری زندان ارومیه درگذشت. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف دولت به 18 ماه حبس محکوم شده بود. گزارش آژانس خبری مکریان. زبان کردی در آینده نزدیک به مجموعه زبان‌های خارجی خبرگزاری مهر افزوده می‌شود. گفته‌های رضا مقدسی، مدیر عامل خبرگزاری مهر در دیدار با استاندار کردستان. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از درگیری‌های شدید و عملیات تعقیب اعضای گروه پژاک در شمال غربی و منطقه قندیل در شب گذشته خبر می‌دهد. بنا به این گزارش، پژاک تلفات سنگینی را متحمل شده و منطقه را ترک کرده است. گزارش از کردستان عراق از کشته شدن شماری از غیر نظامیان مناطق مرزی در پی حملات توپخانه جمهوری اسلامی حکایت دارد. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف حملات توپخانه ایران شدند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، مدعی است پژاک از جانب غرب حمایت می‌شود و کشوری که مسئول حضور پژاک است باید پاسخگو باشد. آمریکا می‌گوید پژاک را گروهی تروریستی می‌داند و در عین حال از ایران می‌خواهد به تمامیت ارضی عراق احترام بگذارد. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ایالات متحده آمریکا در سال 2009 بر اساس یک فرمان اجرایی حزب حیات آزاد کردستان یعنی پژاک را به خاطر حمایت از حزب کارگران ترکیه یعنی PKK، گروهی که به خاطر شرکت در هدف قرار دادن دولت ترکیه طی 20 سال گذشته در فرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، به عنوان یک گروه حامی تروریسم یعنی معرفی کرد. توجه داشته باشید که وزیر امور خارجه عراق آقای زیباری در 20 ژوئیه در مذاکره با همتای ایرانیش درخواست کرد که ایران گلوله باران مناطق مرزی عراق را متوقف کند و به اضافه اون سرپرست گروه حقیقت یا به پارلمان عراق در سفر خود به مناطق مربوطه نیز وقوع حملات را تایید کرد و از اون انتقاد کرده است. و موضع آمریکا یعنی به طور اصولی این است: ما از تمام همسایگان عراق و از جمله ایران انتظار داریم به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام بذارد. حکومت اقلیم کردستان عراق هم ادعای ایران مبنی بر حضور نیروهای پژاک در خاک کردستان عراق را رد می کند. فلاح مصطفی، رئیس دیوان عالی حکومت اقلیم کردستان عراق. چارچوب سیاست های ما در قبال کشورهای همسایه و جامعه جهانی روشن و واضح است. ما سیاست و عملکردی پنهان نداریم. این اتهامی بی‌پایه و اساس است و آن را نمی‌پذیریم. ما روابط خود را با همه بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع اقلیم کردستان عراق و پایبندی به قانونی که اکثریت مردم عراق به آن رأی اعتماد دادند پیریزی کردیم. علت حملات گسترده سپاه به پژاک در درون کردستان عراق چیست؟ در نظرسنجی صفحه فیسبوک افق تا این لحظه در پاسخ به این پرسش، اکثریت گزینه حضور نظامی گسترده در مناطق کردنشین رو، حضور نظامی گسترده در مناطق مرزی کردنشین عراق رو انتخاب کردن. گزینه‌های بعدی که کاربران صفحه فیسبوک افق انتخاب کردن، مانور قدرت در منطقه و اولتیماتوم به مخالفان داخلی و بعد هم تحت فشار گذاشتن اقلیم کردستان عراق برای حمایت از نوری المالکی نخست وزیر عراق هست. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. سیاوش سعادتیان در 7 پرده نگاهی فشرده دارد به واکنش‌ها به عملیات نظامی و مسلحانه که از 9 تیر به این سو در مناطق مرزی کردستان ایران و عراق میان سپاه و پژاک رخ داده است.
خبرگزاری فرانسه، شمال شرق اربیل در عراق از سوی نیروهای ایران گلوله باران شد. حملات توپخانه‌ای ایران غیر قابل قبول است. هشدار مسعود بارزانی، رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق. یک مقام عالی رتبه نظامی ایران، بارزانی با در اختیار قرار دادن زمین به پژاک از آنها حمایت می کند. تکذیب نماینده کردستان عراق در ایران، افرادی به دنبال برهم زدن روابط ایران و رهبران اقلیم کردستان هستند. اطلاعیه سپاه، بزرگترین قرارگاه پژاک در نقطه صفر مرزی با عراق تصرف شد. پژاک، تکذیب می کنیم. خبرگزاری فارس خبر داد کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه قم بر اثر برخورد با مین در سردشت. درخواست وزیر خارجه ایران از آلمان برای اقدام علیه رهبر گروه پژاک در این کشور. خب مهمانان امشب افاق آقای حسن شرفی، جانشین دبیرکل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران از اربیل در کردستان عراق با ما و شما هستند و آقای عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران از استودیوی صدای آمریکا در لندن با ما و شما هستند. درود به هر دوی شما، به افاق خوش آمدید. آقای شرفی، اگر آقای مهتدی موافق باشن ابتدا به اربیل بیایم و بشنویم از شما که آخرین اخبار چه هست و تحولاتی که خبرگزاری داخلی ادعا می‌کنند در واقع تلفات جدیدی رو به پژاک متحمل شدن و منطقه رو در بخشای ترک کردن. در این مدت که این جریانات پیش اومده و جمهوری اسلامی با تجمع نیرو بخش وسیعی از مناطق مرزی با اقلیم کردستان رو نظامی کرده و مردم مناطق مرزی رو تحت آتش توپخانه و خونپاره قرار داده، تلفات مردم عادی چشمگیره و اونای هم که آواره شدن در شرایط بدی به سر میبرن. ادعاهای جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه کاملا گویای حقیقتی باشه چه این روزها روی داده، به دلیل اینکه اساسا این تجمع نیرو با این میزان از حضور نیروهای نظامی و طول این مناطقی که در مرز با حکومت اقلیم کردستان نیرو استقرار پیدا کرده، نمیتونه به بهانه ای که جمهوری اسلامی ایران ابراز میداره توجیه بشه. مسئله خیلی فراتر از این هاست و هدف جمهوری اسلامی از این عملیات نظامی و این حضور گسترده در مرز اقلیم کردستان میتونه اهداف خیلی بالاتر و بزرگتری رو از اون که ادعا میکنه در برداشته باشه، چه اهداف نظامی و چه جنبه‌های سیاسی این اهدافی که جمهوری اسلامی تعقیب میکنه. آقای شرفی برمیگردیم، حتما بیشتر در این مورد با شما صحبت میکنیم. آقای مهتدی، اشاره کردن آقای شرفی به اینکه ابعاد عملیات سپاه و نیروهای ایران گسترده تر از اون هستش که در واقع بخواد پاسخی باشه به پژاک. شما فکر میکنید که علت چیست و آیا پژاک کار خاصی رو انجام داده، روی کرده خاصی رو داشتن که چنین واکنشی رو در پی داشته در این روزها؟ من فکر میکنم این حرف 100% درسته که اهداف جمهوری اسلامی ایران بسیار وسیع‌تر از اونچه که خودش اعلام کرده و در واقع این فقط بهانه است برای اینکه بتونه این حمله رو موجه جلوه بده و این لشکرکشی گسترده رو، وگرنه مثلا فرض بکنید در مناطقی که 2300 کیلومتر با محل حضور پکاکا و اینا فاصله داره، جمهوری اسلامی وسیعا به تجمع نیرو دست زده،
که اصلا قابل توضیح نیست با عملیات در اونجا. یا فرض بکنید حتی فشاری که به روستاها و توپبارانهای روستاها، خب اونا هیچ ربط مستقیمی حقیقتا ندارن و حتی پناهگاهی نیستن برای نیروهای مسلح پکاکا و پژاک. اینها همه حتی در مناطق خیلی جنوبی تر از وارد شدن آب رودخانه الوند به داخل منطقه خانقین جلوگیری کرده، از قصر شیرین که اعتراضات خیلی گسترده مردمی رو از طرف نهادهای مدنی موجب شده، صدها کیلومتر فاصله هست با اونجا. خیر، هدف دولت ایران به نظر من در درجه اول اینه که بهار عربی، تحولات خاورمیانه فوق‌العاده به ضرر جمهوری اسلامی هست و اونا اینطور ارزیابی میکنن، به ویژه تحولات لبنان و تحولات سوریه. سوریه یک همپیمان خیلی اساسی و پایه‌ای است برای جمهوری اسلامی و میبینیم که به وضع بسیار بدی دوچاره در اثر جنبش دموکراسی خواهیه پیگیرانه مردم. این یه نکته خیلی مهمه. نکته دیگر، شما ببینید موقعیت ایران به سرعت داره خراب میشه. اون چیزی که طی 32 سال با خرج و به قیمت نیروهای مختلف افراطی و تروریستی رو در منطقه تشویق میکرد، پول میداد، الان ترکیه چه به عنوان الگوی حکومتی چه به عنوان مدافع کشورهای عربی و اسلامی به مراتب محبوبتره و از نظر غرب هم قابل قبولتره، از نظر مردم هم همینطور. و میدونیم که کاملا در تحولات سوریه داره دست بالا رو پیدا میکنه و یکی از فاکتورهای تعیین کننده میشه. در لبنان همینطور، اون دادگاه حریری، رفیق حریری. در خود کردستان عراق ما میبینیم که کردستان عراق از لحاظ رشد اقتصادی، از لحاظ تحولات سیاسی دموکراسی که اونجا هست، ابدا مورد توافق و مورد علاقه جمهوری اسلامی نیست. موفقیت کردها در انتخابات ترکیه میتونه نگران کننده باشه، کل تحولات ترکیه به طرف دموکراسی همینطور. شما اینا رو همه رو کنار هم بگذارید، حتی گشودن کنسولگری آمریکا بعد از یه تأخیر طولانی در اربیل که پایتخت اقلیم کردستان هست، حتی فرض بکنید نزدیکی کمی بیشتر احزاب کرد به لیست العراقیه و آقای علاوی و دور شدن نسبی اونها از مالکی، همه اینها هیچ کدوم از این تحولات جمهوری اسلامی به نفع خودش نمیدونه. بله. و احساس میکنه داره موقعیتش از دست میده به عنوان یک فاکتور تعیین کننده منطقه‌ای. بنابراین این عملیات برای ابراز قدرت، برای چنگ و دندون نشون دادن، برای سلب امنیت از اقلیم کردستانه و به اونا نشون میده که، یعنی میخواد نشون بده که آمریکا رفتنی است ولی ما هستیم. شما بنابراین اگر میخواید در منطقه در امنیت به سر ببرید بایستی با ما طرف باشید. بله. این به نظر من سیگنالایز که جمهوری اسلامی میفرسته و من دلیل عملیات رو این میدونم، وگرنه اصلا صرف نمیکنه عملیات با این وسعت و با این دامنه. اهداف نظامیش اصلا برمیگردیم که بیشتر در مورد تمام این نکاتی گفته که همه نکات بسیار مهمی هم هست بیشتر صحبت بکنیم، ولی نکته‌ای که مقامات جمهوری اسلامی براش تاکید میذارن مسئله عملیات مسلحانه است که پژاک به اون دست میزنه و حداقل در موزگیری هایی که میشه اعتقاد اونها بر این هست که دارن واکنش نشون میدن به عملیات پژاک. با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد گفتگوی داشتیم که او به اتفاق همکارانش تلاشی داشتن برای اینکه بیانیه رو در واقع امضا بکنن. 500 فعال سیاسی و مدنی پای اون رو امضا کردن، خواستار توقف خشونت ها شدن و حملات ایران. بشنویم که ببینیم سامان رسولپور در مورد موضع پژاک در این بین چه نگاهی داره. این موضوع که اونا یک حزب جدایی خواه هستن کاملا بی اساس هست و تقریبا برمیگرده به تبلیغات منفی حکومت که تمامی احزاب کرد رو جدایی خواه تجزیه طلب میدونه تا به این ترتیب بتونه مشروعیت پیدا بکنه در بین افکار عمومی داخل کشور و سرکوب اونا، برای حمله به اونا و برای به هر حال امهای اونا. پارسال پژاک یک فراخوانی صادر کرد و گفتش که ما فعالیت‌های مسلحانه خودمون رو
به شکل موقتی به حالت تعلیق میگذاریم و درخواستش این بودش که مسئله کرد به هر حال از طریقی به شکل مذاکره حل بشه. اما متاسفانه خب جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نه تنها با یک حزب مسلح نیست، حتی حاضر به مذاکره با احزابی که فعالیت مسلحانه ندارن مثل کومله و دموکرات هم نیست. اونا خواسته این رو داشتن که مسئله کرد در چارچوب ایران به شکل مسالمت آمیزی حل بشه. خواسته های فرهنگی مثل تدریس زبان کردی، به رسمیت شناختن مسئله کردی آنها یک مسئله سیاسی حقوقی و خواسته های اونا، یعنی حداقل در ظاهر اونطوری که اونا خواستار شدن این بوده که به هر حال مسئله کرد به شکل مسالمت آمیز حل بشه و گفتن که اگر زمینی برای این موضوع باشه اونا حاضر هستن که اسلحه‌شون رو زمین بذارن و به هر حال از راه‌های دیگه با جمهوری اسلامی وارد دیالوگ بشن. آقای شرفی، شنیدی صحبت‌های آقای رسول پور رو؟ قرار در واقع خودتونم بهتر می‌دونید، قبلا گفته بودن حاضرن اسلحه‌شون رو زمین بگذارن. ایران در این بین چقدر نقش داره در این که در واقع حاضر نیست با هیچ کدوم از احزاب و گروه‌های کرد در واقع پای میز مذاکره بنشینه و اینکه موضع خود حزب شما، حزب دموکرات کردستان ایران در قبال پژاک چه هست؟ عرض کنم این چه جمهوری اسلامی به هیچ وجه اهل دیالوگ نیست و نه در مورد مسائل و مشکلات داخلی ایران و نه در مورد مشکلات و مسائلی که با خارج از خودش داره. ما سالهاست میبینیم که هیچ مسئله رو نخواسته به طریق مسالمت و دیالوگ حل و فصل کنه. بنابراین راه چاره رو فقط در سرکوب و اعمال خشونت و از بین بردن فیزیکی نیروهای مخالف میدونه. طبیعتاً کردها نه جنگ افروس هستن، برعکس بسیار مسالمت جو و بسیار خواهان حل مسئلهشون و تأمین حقوقشون از طریق مسالمت هستن. ولی این جمهوری اسلامی هست که به کردستان حمله میکنه، فرزندان ملت کرد رو زندانی میکنه، اعدام میکنه. چیزی که میبینید جمهوری اسلامی نه تنها خواست کردهای ایران رو برآورده نمیکنه، بلکه با خواست برآورده شده کردها در بخشای دیگر کردستان هم موفقیت هایی که کردها در ترکیه یا وضعیتی که با یک حکومت دموکراتیک در اقلیم کردستان عراق وجود داره با اینها هم مخالفه و همین تهاجمی نظامیش هم در واقع فشاری هست برای حکومت اقلیم کردستان و ناامن کردن این منطقه. جمهوری اسلامی ایران مدت هاست چه استراتژی دفاع متحرک رو در پیش گرفته، سپاه پاسداران در داخل ایران با انتقادات بسیار زیادی از درون خود رژیم مواجه هست و میخوان نشون بدن چه سپاه پاسداران یا نیروهای انتظامی و نظامی به طور کلی در جیر یک نبرد هستند و بنابراین این انتقادها رو در شرایط فعلی نباید بر اونا وارد کرد. علاوه بر این جمهوری اسلامی در داخل با بحران بسیار زیادی روبروست و در خارج از ایران هم در روابطش با جهان خارج مشکلات زیادی داره. میخواد توجه افکار عمومی رو از این مشکلات منحرف کنه و متوجه یک اقدام نظامی یا یک مانور نظامی یا یک جنگ در مرزهای ایران بکنه. رابطه ما با همه احزاب کرد، اونایی که احزابی هستند که برای ما شناخته شده هستند، از برنامه سیاسیشون اطلاع داریم، رابطه دوستانه داریم، ولی این نیرویی که اخیراً بهانه شده برای این تهاجم نظامی در واقع به عنوان شاخه ای از پکاکا میشناسیم و رابطه ای با این شاخه از پکاکا نداریم. شما خشونت ها رو در واقع محکوم میکنید، حزب دموکرات کردستان ایران عملیات مسلحانه رو که پژاک بهش دست میزنه؟ ما ببینید شیوه مبارزه رو هر سازمانی طبق تحلیل خودش و طبق سیاست خودش تعیین میکنه. مبارزه شیوه های مختلفی داره ولی مهم اینه که
سیاستگزاران در تحلیل خودشون به این نتیجه برسن چه کدوم شیوه از مبارزه در کدوم مقطع از مبارزه میتونه تأثیرگذارتر باشه. به نظر حزب ما در شرایطی که اکنون قرار داریم و تجربه نشان داده حرکت‌های مدنی و اعتراضات عمومی میتونه تأثیرگذارتر باشه، به دلیل اینکه حرکت‌های مقطعی نظامی برای نظام‌های نظامی و امنیتی و دیکتاتور راحت‌تر سرکوب میشه تا اعتراضات عمومی مردم برای خواست‌های برحق خودشون. شما پس اعتقاد دارید که زمان اقدامات مسلحانه به سر اومده؟ نمیشه گفت که هیچ شیوه از مبارزه برای همیشه منسوخ و هیچ شیوه از مبارزه برای همیشه ممکن مطلوب یا مؤثر نباشه. عرض کردم هر شیوه از مبارزه در یک شرایطی میتونه تأثیرگذار باشه، در یک شرایط دیگری تأثیراتش بسیار ناچیزتر خواهد بود. حزب دموکرات کردستان ایران سالها مبارزه مسلحانه کرده در سطح خیلی وسیعی و در اون شیوه مبارزه هم وضعیت خودش و اقتدار خودش رو نشون داده. در شرایط فعلی چند سالی است که بیشتر فعالیت مدنی و حرکت‌های مدنی اعتراض‌آمیز رو علیه جمهوری اسلامی ترویج و تبلیغ می‌کنه. آقای مهتدی، قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم دوست دارم بخشی از صحبت‌های سامان رسول‌پور رو با هم بشنویم اگر اجازه بدید. آقای رسول‌پور به این نکته خاصی اشاره می‌کنه در مورد رابطه پیکاکا با پژاک. اگر آماده باشه بخش از صحبت‌های سامان رسول‌پور رو با هم بشنویم. شاید در اول تأسیس پژاک این بیشتر جنبه منفی داشته براش و مثلا با هم منتقدان این گروه به هر حال سعی کردن از این مسئله استفاده کنن و حتی ایران هم به هر حال بخشی از تلاشش این بوده که از راه ارتباطاتی که با دولت ترکیه داره به هر حال از دین در سطح بین الملل پژاک رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنه، به این دلیل که شاخه ایرانی پیکاکا هست، پیکاکایی که به هر حال بوده 30 سال است که با ترکیه درگیر هست. اما به نظر من این مسئله به مرور داره در حال تغییر هست. مثلا چند روز پیش سرمقاله کیهان در این ارتباط داشت صحبت میکرد که مثلا ارتباط پیکاکا و پژاک اینطور نیست که تا الان گفته میشد و به گفته سرمقاله نویس کیهان که پیکاکا یک حزب ریشه‌دار در کردستان ترکیه است که نماینده سیاسی کردهای ترکیه است و پژاک از این اعتبار به هر حال هیچ سهمی نداره. یعنی به نوعی در حال حاضر من فکر می‌کنم که مسئولان جمهوری اسلامی می‌خوان این ارتباط و به هر حال پیوند بین پیکاکا و پژاک رو نفی بکنن و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که به هر حال علارغم تمام انتقاداتی که روی پیکاکا هست، اما کسایی که به عنوان ناظر سیاسی در کردستان ترکیه هستن این رو میدونن که پیکاکا یعنی قدرتمندترین حزب نماینده کردها هستش که به هر حال گفتمان و موضوع یعنی گفتمان کردستان ترکیه رو رهبری میکنه و در همین ارتباط من فکر میکنم که در حال حاضر جمهوری اسلامی بالاخص با توجه به حمایتی که دولت ترکیه از اپوزیسیون دولت سوریه اخیرا انجام داده و اپوزیسیون برانداز بشار اسد رو به رسمیت شناخته و در جبهه مقابل هم جمهوری اسلامی به نظرم داره یعنی اینطور رفتار میکنه که پیکاکا رو به عنوان اپوزیسیون دولت سوریه به رسمیت بشناسه و به نظرم این یک موضوع جدی هست. خب ارتباط ما متاسفانه با لندن قطع شده. آقای شرفی، پاسخ شما رو در این ارتباط بشنویم که موضع در واقع شما ارتباط بین پژاک و پیکاکا رو چطور می‌بینید تا ما ارتباطمون با آقای مهتدی هم برقرار بشه تو این فرصتی که داره. خب خوشبختانه ارتباطمون با آقای مهتدی مثل اینکه برقرار شده. آقای مهتدی، همین پرسش رو در واقع با شما در میون می‌ذارم، بعد نظر آقای شرفی رو خواهیم شنید. نگاه شما در واقع به ارتباط بین پژاک و پیکاکا چه هست؟ شنیدید بخشی از صحبت‌های آقای رسول‌پور که اشاره می‌کنه به سرمقاله در کیهان که جمهوری اسلامی ایران پیکاکا رو در این سرمقاله یک اپوزیسیون نسبتاً مشروع معرفی میکنه ولی حساب پژاک رو از پیکاکا جدا میکنه. فکر میکنید چرا این تصمیم رو در واقع گرفتن یا چنین نگاهی الان مطرح هست در ایران؟ ببینید، دو دولت ایران و ترکیه ضمن این که بر سر مسئله کرد
و موضعشون در مخالفت با جنبش کرد خیلی وقتها در طول این دهه های گذشته همکاری کردند و در دوره جمهوری اسلامی حتی گاهی وقتها عملیات مشترک انجام دادن، منتها در پس این همکاری رقابت پنهانی همیشه وجود داشت و این رقابت دیگه این دوره اخیر از حالت پنهان بیرون اومده. رقابت فوق العاده شدید و خصمانه بین ترکیه و دولتش با تمام الگویی که عنوان میکنه و ایران از طرف دیگه با الگویی که داره جمهوری اسلامی ایران وجود داره. بنابراین میشه اینطور این مقاله کیهانو که بنده ملاحظه کردم تفسیر و تعبیر کرد که تلاش ایران اینه که اون بخشی از پیکاکا رو که علیه دولت ترکیه وارد عمل میشه اونو تحبیب بکنه، تقویت بکنه و به دید مثبت نگاه بکنه، اون شاخهش رو که با خودش مشکل داره اون رو به حساب قضاوت منفی در موردش بکنه و مورد تهاجم قرار بده. آقای معتدی شما من برمیگرده. آقای معتدی برمیگرده به شما... رقابت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران. آیا شما شکافی میبینید بین مواضع آقای اوجالان و آقای مراد غریلان در مورد ایران؟ آیا چنین چیزی شما دیدید؟ آیا چنین چیزی حس شده؟ در تمام طولی که دوره‌ای که آقای اوجالان زندانی هست همواره ایشون رهنمودهاشو از طریق وکلای مدافعش و نماینده‌هاش فرستاده و رهبری پیکاکا در قندیل اونا رو مورد تایید قرار داده، ولی من از طریق دوستان کرد در ترکیه اخیراً مطلع شدم که سایت پیکاکا شکافی اونها، من متخصص نیستم در این زمینه، ولی اونها شکافی رو تشخیص داده بودند بین این دو در موضعشون و گفته بودن که مواضع آقای اوجالان از نرمش بیشتری در قبال ترکیه و کلن تحولات منطقه برخوردار هست تا موضع اون رهبرانی از پیکاکا که در قندیل حضور دارن. آقای شرفی بشنویم نظر شما در این ارتباط و این پرسش که اگر شرایط به گونه‌ای بره که حکومت اقلیم کردستان عراق در واقع بخواد شاهد این باشه که قندیل در واقع تخلیه بشه از حضور پژاک، آیا این نگرانی وجود داره که انصارالاسلام یا گروه‌های این چنینی ممکن اون فضا رو در واقع پر بکنن؟ عرض کنم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده نیروهایی که بیشتر سیاست اونو اعمال میکنن در منطقه در جاهای مورد نظرش قرار بده و این شاید یکی از احتمالاتی باشه که جمهوری اسلامی در این رابطه تعقیب میکنه. میخوام اینو هم خدمتون عرض بکنم که جمهوری اسلامی یا رژیم گذشته عراق صدام حسین در مورد کردها اینی که اشاره کردید یه بخشی رو خوب میدونه یه بخشی رو خوب نمیدونه، این همیشه سیاستشون بوده که همیشه کردهای دیگر بخشهای کردستان رو مبارز بدونن ولی کردها رو در درون خاک خودشون مخرب بدونن. این سیاستی بوده که هم صدام حسین اعمال میکرد هم جمهوری اسلامی هم اعمال میکنه و ترکیه هم به گونه دیگری همین سیاست رو داشته است. ولی حقیقت اینه که کردها در هر کدوم از کشورها چه در ترکیه چه در ایران چه در عراق و چه در سوریه همیشه بله. اگه مبارزه کرده اند برای همین حقوقی بوده که اکنون بله. حکومت اقلیم کردستان از آن برخوردار است. تشکر میکنم آقای حسن شرفی، آقای عبدالله محتدی، از شما هم بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت برنامه‌مون به پایان رسید و این بحث داغ رو امیدواریم بتونیم تو برنامه‌های بعد دنبال بکنیم. مهمان‌های برنامه فردا آقایان بورغان نظامی و محمد رضا جهان پرور هستند. تا فردا و افاق دیگر. و 15 دقیقه شب به وقت تهران از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای پاسخ به پرسش برنامه به فیسبوک افق بروید یا به افق@voanews.com ایمیل بزنید. برای شرکت در گفتگوی پیش و پس از برنامه در فضای مجازی و اظهار نظر درباره مهمان‌ها به فیسبوک افق بپیوندید. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی
قابل مشاهده است. در وبلاگ افق viewcapital.blogspot.com خواندنی های بسیاری خواهید یافت. تکرار برنامه ساعت 12 شب به وقت تهران. به افق نگاه کنید.